بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان گرامی هستم. ابتدا سرخط خبرها. آغاز ایام فاطمیه، سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فریاد مظلومیت آن حضرت. رشد تفکرات وهابی در آذربایجان، چالش‌های پیش روی مسلمانان. اعتراض نسبت به اهانت به پیامبر اکرم در هند. با تأثیر جنگ غزه بر امنیت مسلمانان در بریتانیا. وقت شما بخیر. ایام فاطمیه فرصتی برای تجدید عهد با دخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد که طبق روایتی شهادت آن حضرت 40 روز پس از شهادت پیامبر اکرم رخ داده است. این ایام با برپای مجالس سوگواری و عزاداری در سراسر جهان، یادآور مظلومیت و فداکاری های این اسوه صبر و مظلومیت است که همچنان الگویی برای تمام مسلمانان به شمار می رود. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. در ایام فاطمیه که یادآور واقعی دردناک در تاریخ صدر اسلام است، مسلمانان در عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوگ می نشینند. روایات مختلفی درباره تاریخ شهادت آن حضرت وجود دارد که اولین روایت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را 40 روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر کرده است. برخی روایات نیز شهادت آن حضرت را 75 یا 95 روز پس از شهادت نبی اکرم بیان می کنند. با این حال همه این روایات بر مظلومیت بی پایان آن بانوی بزرگوار تأکید دارند. حضرت فاطمه زهرا پس از شهادت پدر بزرگوارشان با دفاع از حقانیت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام دچار آزار و اذیت و مصائب بسیاری شدند. حمله به خانه آن حضرت که بیت وحی و نزول قرآن بود منجر به مجروح شدن این اسوه طهارت و پاکی و سپس شهادت ایشان شد. در این حادثه دردناک حضرت فاطمه زهرا بر اثر حمله منافقان صدر اسلام که پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقاب از چهره خود برداشتند، مجروح و فرزندشان حضرت محسن به شهادت رسید. خدا آن حضرت نیز پس از 40 یا 75 و یا 95 روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اثر همان جراحات مظلومانه شهید شدند. مظلومیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا به امروز در دل و ذهن مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. در این ایام شیعیان با برگزاری مجالس سوگواری، سخنرانی‌ها و مداحی‌ها یاد و خاطره آن بانوی بزرگ را زنده نگه می‌دارند و بر فداکاری‌ها و صبر ایشان اشک ماتم می‌ریزند. ایام فاطمیه فرصتی برای بازگشت به ارزش‌های دینی و پیروی از آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که همواره در دفاع از حق، صبر و ایثار برای اسلام و اهل بیت الگوی همگان بودند. شیعیان در سراسر دنیا ایام فاطمیه را با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا گرامی می‌دارند. این مراسم ها در مساجد، حسینیه ها و مراکز اسلامی برگزار می شود و فرصتی برای یادآوری مظلومیت و فداکاری های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد.
مداحی ها، سخنرانی ها و مراسم حزن و ماتم در این ایام یاد و خاطره دخت نبی اکرم را زنده نگه می دارد و بر آموزه های ایشان تأکید می ورزد. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی و دفاتر و مؤسسات وابسته به ایشان در سراسر دنیا نیز به طور ویژه این ایام را گرامی می دارند. این مراکز با برپایی مجالس عزاداری و برنامه‌های دینی نقش پررنگی در ترویج معارف فاطمی و یادآوری مقام والای حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها دارند. تعظیم این شعائر زمینه‌ای برای تجدید عهد با اهل بیت علیهم السلام و تأمل در آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، پلیس های زن سابق با تهدید و خطرهای دائمی مواجه هستند. این گزارش 26 صفحه‌ای تحت عنوان خیانت دوگانه به بررسی خشونت های سیستماتیک علیه این زنان می پردازند. این اقدامات از خشونت‌های دوره دولت پیشین تا تهدیدهای طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 میباشد. به گفته این سازمان، بسیاری از این زنان به دلیل ترس از شناسایی مخفی شدند و کشورهای غربی نیز نتوانستند امنیت یا پناهندگی لازم را برای آنها فراهم کنند. سازمان آیسسکو در 12th نشست کمیته میراث جهان اسلام که در شوشای آذربایجان برگزار شد، از ثبت 637 مکان تاریخی از سال 2019 تا کنون خبر داد. مدیر کل آیسسکو سالم بن محمد المالک به اهمیت حفاظت از این میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت که این سازمان به همکاری با کارشناسان کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. معاون وزیر فرهنگ آذربایجان نیز بر ضرورت حفظ میراث برای نسل‌های آینده تأکید کرد. شوشا در سال 2024 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی خواهد شد. سازمان یونسکو با اعلامی رسمی ربات را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2026 انتخاب کرد. آدری آزولای، مدیر کل یونسکو، از این شهر به عنوان یک چهار راه فرهنگی یاد کرد که در نشر دانش و هنر نقش بسزایی دارد. این انتخاب فرصتی برای نمایش غنای میراث فرهنگی مغرب و تقویت گفتگوهای فرهنگی از طریق زبان کتاب است. مسجد جدید مصعب ابن عمیر با ظرفیت 300 نمازگزار در شهر مانسرای اسپانیا به بهره برداری رسید. این مسجد که در دو طبقه ساخته شده، شامل نمازخانه های مجزا برای مردان و زنان، کلاس های درسی و امکانات رفاهی است. مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان مسلمان و جمعی از نمازگزاران برگزار شد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، روز جمعه با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این ملاقات در واتیکان انجام شد و دومین دیدار آنها پس از اجلاس گروه 7 در ایتالیا است. پاپ فرانسیس از زمان آغاز جنگ در اوکراین همواره این درگیری را محکوم کرده و در این حال جانب احتیاط را رعایت کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپا قبرس را به دلیل بازگرداندن دو پناهجوی سوری بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها به لبنان محکوم کرد. این پناهجویان در سال 2016 به دلیل جنگ به لبنان گریختند و در سال 2020 برای پناهندگی به قبرس تلاش کردند. دادگاه قبرس را به نقض ماده های مختلف کنوانسیون حقوق بشر از جمله منع اخراج دست جمعی اتباع خارجی محکوم کرد. آکادمی نوبل در سال 2024 جایزه شیمی را به دیوید بکر، دمیس هاسابیس و جان جامپر،
به خاطر تحقیقات برجستهشان در زمینه ساختار پروتئین ها اعطا کرد. نیمی از این جایزه به بیکر از دانشگاه واشنگتن به خاطر طراحی رایانشی پروتئین تعلق گرفت، در حالی که حسابیس و جامپر محققان دیپ مایند به طور مشترک نیمی دیگر را برای پیشبینی ساختار پروتئین ها دریافت کردند. این جایزه معتبر علمی به مبلغ 1.1 میلیون دلار گام مهمی در پیشرفت علم زیست شناسی محسوب می شود. طبق گزارش یک نهاد جهانی فعال در حوزه حیات وحش، جمعیت گونه های وحشی از سال 1970 میلادی به میزان 73% کاهش یافته است. گفتنیست در مناطق با تنوع زیستی بالا مانند آمریکای لاتین و کارائیب این رقم به 95% نیز می رسد. این بحران تنها به حیات وحش محدود نمی شود، بلکه بر اکوسیستم های حیاتی که حیات انسان ها به آن وابسته است نیز تأثیر منفی می گذارد. در پی نزدیکی جمهوری آذربایجان به مناطق داغستان و چچن، تفکرات وهابی و افراطی به آرامی در این کشور نفوذ می‌کنند. با توجه به حمایت‌های خارجی به ویژه از سوی برخی کشورها، تبلیغات این جریانات در میان جامعه مسلمان آذربایجان شدت یافته و موجب نگرانی‌های جدی برای شیعیان این کشور شده است. در حالی که دولت آذربایجان به سرکوب فعالیت‌های شیعی پرداخته و نمادهای مذهبی آنها را ممنوع کرده است، وهابی‌ها بدون مانع به تبلیغ عقاید خود ادامه می‌دهند. این رویکرد خطرناک تهدیدی جدی برای هویت مذهبی و فرهنگی مسلمانان آذربایجان محسوب می‌شود. گسترش این تفکرات با هدف قطع ارتباط شیعیان آذربایجان با دیگر کشورهای شیعه، فعالیت‌های دینی را به شدت محدود کرده و شیعیان را در شرایط دشواری قرار داده است. با توجه به این تحولات، جامعه مسلمان آذربایجان باید به تقویت وحدت خود و مقابله با این چالش‌ها بپردازد. همراه هستیم با سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران. آقای جوادی، سلام و عرض ادب. آقای جوادی، صدای بنده رو دارین؟ جناب آقای جوادی؟ دوستان به من اطلاع بدن که ارتباط برقرار میشه یا نه؟ جناب آقای جوادی، خدمت همکاران محترم و بینندگان عزیز، من عرض کنم اشاره ای رو به جناب آقای جوادی اجازه بدید من سوال رو خدمتتون عرض کنم. آقای جوادی، بله، من سوال رو خدمتتون عرض کنم. آقای جوادی، با توجه به گسترش تفکرات وهابی در آذربایجان و چالش هایی که برای شیعیان این کشور به وجود آورده، به نظر شما چه اقداماتی میتونه به تقویت وحدت مسلمانان و مقابله با این تهدیدات کمک کنه؟ بفرمایید. بله، بنده ریشه سوابق رو اگر عرض کنم فکر میکنم قدری به موضوع نزدیک بشیم. ببینید، آقای الهام علیف داعیه آزادی دارند با رویکرد مبارزه با مذهب شیعه خصوصا و دفاع از این آزادی ها، اما عملا در رابطه با وهابیت اینطور نیست. ببینید، هر احیای تفکرات اصیل اسلامی و انسانی احساس دشمنی و مبارزه با هر صاحب منصب و صاحب ثروت نامشروع رو انجام میده. حاکمان آذربایجان هم از این قاعده مستثنا نیستند. بنده در مصاحبه قبلی هم خدمتتون عرض کردم با توجه به اینکه پس از 70 سال حکومت آذربایجان و سایر جمهوری ها از زیر یوغ در حقیقت کمونیست ها آزاد شدن، در آذربایجان بازگشت به سمت مذهب با توجه به قرابت خونی و اعتقادی به تشیع و ایران در حال بازگشت بود. اما با جایگزینی آقای الهام علیف که خب به دلیل خوشی و خوشگذرانی تمایلی هم به دخالت در سیاست نداشت،
و تجربه‌ای هم نداشت و از طرفی رشد فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری در میان مردم و اینکه برنامه‌ای را هم نداشتن باعث نفوذ ترکیه و صهیونیست‌ها و اسرائیل با سرمایه‌گذاری عربستان شد که ما می‌بینیم در این قالب نفوذشون رو پیدا کردن در مقابل مبارزه‌ای که با تشیع و مساجد که به صورت کاملا دوستانه و با همکاری با دولت شیعیان مراسم مذهبی رو هم انجام میدادن، اما وهابیون در قلب باکو فعالیتی رو شروع کردند که از اون ابتدا با فعالیت‌های تروریستی هم یعنی همراه بود. مسجدی به نام مسجد ابوبکر رو در اختیارشون قرار دادن، گرچه با شروع فعالیت‌های تروریستی و حتی انفجار ناهنجکی که صورت گرفت فعالیت اون مسجد متوقف شد، اما عملا در شمال آذربایجان که منطقه سنی نشین بود و با توجه به اینکه در اقلیت بسیار محدودی هستن اما اکثریت با شیعیانه، این مسئله فقر و در حقیقت سرمایه گذاری کشورهای دیگه که شما هم اشاره فرمودید باعث شد که اونجا فعالیت رو شروع کنن. حتی گروهکی تروریستی رو به نام برادران جنگل داشتن که به مناطق نظامی حمله میکردن، اما دولت عملا از اینها پشتیبانی میکرد. شاید یکی از دلایل اونها رو وجود فردی به عنوان مشاور و مستجاب در پیش آقای علیف به نام آریه گود که خب یه دو تابعیتی آذربایجانی و اسرائیلی بود و مشاوره خوبی رو میداد و زمینه نفوذ رو فراهم کرد. و با توجه به اینکه سازمان‌های یهودی، من چون توی اخبارم دیدم که اشاره‌ای به شهر شوشا شد، حتما این رو اشاره بکنم که تناسب موضوع هست. ببینید فعالیت‌هایی رو شروع کردن، سازمان بین‌المللی رو تأسیس کردن به نام مرکز بین‌المللی نظامی گنجوی که به دنبال تکمیل مبانی فکری چند فرهنگ‌گراییه که متاسفانه می‌بینیم که سال آینده متاسفانه شهر شوشا هم به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی می‌خواد باشه. وهابیون مراکز تجمع و آموزششون رو در شهرهای لنکران، شوشا، باکو و اسماعیلی گسترش دادن و رو به گسترش هست و با توجه به اینکه آقای علیف هم با مبارزه و تشیع زمینه بهتر فراهم شدن فعالیت اونها رو فراهم میکنه، متاسفانه قابل توجه و به نظر من باید با در حقیقت ارائه تفکرات ناب شیعه و جلوگیری بله. از افراطی‌گری و همونطوری که مسالمت آمیز با حکومت برخورد میکردن و وجود سیاست نرم نفوذ در دولت و مجلس بره، با توجه به اینکه باید حتما توجه داشت که تقویت بنیه اقتصادی شیعیان از عوامل مهم این کار میتونه باشه و به هر حال نفوذی رو که وهابیون در اونجا پیدا کردن میشه با این عوامل کاهش داد و با اشاره به در حقیقت موضوعات مشترک تفکرات اسلامی از ممنونم آقای جلوگیری کرد که شاید موفقیتی حاصل نشه و امیدوارم که انشالله با بزرگانی که در جهان اسلام و تشیع هستن با زمین سازی در این موضوعات در آذربایجان بتونیم به وحدت هرچه بیشتر نزدیک بشیم. ممنون از همراهیتون. با تشکر از سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. حزب آزادی دموکراتیک کشمیر به شدت اظهارات توهین‌آمیز یکی از ملی‌گرایان افراطی هند به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را محکوم کرد. سخنگوی حزب ارشد اقبال این سخنان را نمادی از نفرت پراکنی و اسلام ستیزی در هند دانست و اظهار داشت که ائتلاف حزب بهاراتیا جناتا و سازمان راشتریا سوا قصد دارند هند را رسماً به کشور هندویی تبدیل کنند. او تاکید کرد که این اظهارات نفرت آمیز باعث افزایش خشونت های فرقه‌ای و تهدیدی برای جان مسلمانان به ویژه در کشمیر است و از مردم خواست به صورت مسالمت آمیز علیه این اقدامات اعتراض کنند.
حزب آزادی دموکراتیک تأکید کرد که سیاست‌های نفرت پراکنی و فرقه گرایانه حزب بهاراتیا جاناتا و سازمان راشتریاسوا RSS از زمان به قدرت رسیدن نارندرا مودی در سال 2014 تهدیدی جدی علیه مسلمانان هند به ویژه در کشمیر است. این سیاست‌ها با افزایش خشونت‌های فرقه‌ای و جنایات نفرت جامعه مسلمانان را به سمت انزوا و خطر نسل کشی سوق داده است. حزب ارشد اقبال خواستار برخورد قاطعانه مقامات هند با نارسیا گاند و سایر افراد گرایان است و بر لزوم وحدت مسلمانان و برپای تظاهرات مسالمت‌آمیز برای مقابله با این تهدیدها تاکید کرد. جنگ غزه تأثیرات عمیقی بر امنیت مسلمانان در بریتانیا داشته است. با افزایش تنش‌ها و ناامنی‌ها، مسلمانان این کشور احساس آسیب‌پذیری بیشتری کرده و شاهد افزایش اسلام حراسی و تبعیض اجتماعی هستند. بسیاری از مسلمانان با دریافت اخبار ناگوار از سرنوشت اعضای خانواده‌های خود در غزه، نگرانی‌های عمیقی را تجربه می‌کنند. تظاهرات‌های گسترده‌ای که به منظور همبستگی با مردم فلسطین برگزار می‌شود، نشان دهنده اراده و همبستگی جامعه مسلمان است. این تحولات فراتر از یک مسئله مذهبی به یک مسئله حقوق بشری تبدیل شده که به همه انسان‌ها مربوط می‌شود. همچنین مسلمانان در محیط‌های کاری با چالش‌های زیادی مواجه هستند و روابط بین ادیان تحت تأثیر این تنش‌ها قرار گرفته است. تجربه‌های نجات پرستانه و نفرت پراکنی‌ها فشارهای بیشتری را بر مسلمانان وارد کرده و آنها را در وضعیت دشواری قرار داده است. با وجود این چالش‌ها، امید به ایجاد پیوندهای مشترک و حمایت از حقوق بشر وجود دارد و مسلمانان بر اهمیت پایان دادن به خشونت‌ها و حفظ عدالت تأکید می‌کنند. در همایش علمی به سوی تولید رسانه‌ای و هنری معاصر برای خدمت به قرآن کریم که به همت مجمع القرآن در شارجه برگزار شد، تأکید شد که فناوری‌های نوین باید به منظور تقویت ارزش‌های قرآنی و تولیدات رسانه‌ای در خدمت کلام و به کار گرفته شوند. شرکت کنندگان این همایش که با همکاری دانشگاه‌های معتبر و شبکه رادیویی قرآن شارجه برگزار شده بود، بر اهمیت مشارکت با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی در جامعه تأکید کردند. آنها همچنین به نقش مؤثر شبکه‌های رادیویی قرآن در نشر پیام والای قرآن، ایجاد شخصیت اجتماعی متوازن و ترویج ارزش‌های اخلاقی و تسامح اشاره کردند. گفتنیست در پایان این همایش بر نتایج مثبت توصیه‌های مطرح شده تأکید شد و لزوم همکاری مستمر بین دانشگاه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در تولیدات هنری و رسانه‌ای مورد تأکید قرار گرفت. کمبود تجهیزات پزشکی در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده که جان بیماران را به خطر می‌اندازد. با افزایش قیمت ارز، تجهیزات مصرفی پزشکی نظیر پروتز زانو به شدت کمیاب و قیمت آن از 5 میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده است. این وضعیت بیماران را ناچار به تحمل دردهای شدید مفصلی کرده و زندگی بسیاری را در معرض خطر قرار داده است. مدیران وزارت بهداشت کمبود بودجه و ارز را عامل اصلی این بحران می‌دانند و تأکید دارند که تغییر اولویت‌های تخصیص ارز به ناترازی بودجه مربوط می‌شود. در برخی موارد بیماران مجبور به سفر به تهران برای دریافت درمان‌های ضروری هستند، اما بسیاری از آنان به دلیل کمبود تجهیزات حتی در بیمارستان‌های بزرگ نیز درمان نمی‌شوند. وزیر بهداشت پیشین نیز از مشکلاتی که بیماران در دسترسی به تجهیزات حیاتی مواجه هستند سخن گفته و ابراز نگرانی کرده است. با وجود تلاش‌های برخی پزشکان نیکوکار برای کمک به بیماران، تأخیر در تأمین تجهیزات همچنان جان بیماران را تهدید می‌کند. حالا نیاز به اقدام فوری برای حل این بحران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مروری دوباره به سرخط خبرها. آغاز ایام فاطمیه، سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فریاد مظلومیت آن حضرت.
رشد تفکرات وهابی در آذربایجان، چالش های پیش روی مسلمانان، اعتراض نسبت به اهانت به پیامبر اکرم در هند، تأثیر جنگ غزه بر امنیت مسلمانان در بریتانیا، تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در خدمت به قرآن در همایش علمی امارات، بحران کمبود تجهیزات پزشکی در ایران و عواقب آن، بینندگان عزیز به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.